شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. شنونده های عزیز، حال با همکارم مجیب المر درباره یکی از وقایع مهم جاری صحبت میکنیم. آقای المر سلام عرض میکنم. خب پلان حکومت برای معاف کردن بخشی از قرضه های تحصیلی معروف به هکس و هلپس یکی از رویدادهای مهم در ای اواخر است، بله؟ سلام آقای شکیب به شما و شنوندگان عزیز. بله، طوری که شما گفتین بخشیدن قرضه های تحصیلی یکی از موارد داغ این هفته است. البته حکومت استرالیا روز پنجشنبه لایحه تغییرات قرضه تحصیلی را به پارلمان ارائه کرد، اما این لایحه به بررسی فرستاده شد و قرار است به تاریخ 3 سپتامبر نتیجه بررسی دوباره برگردد و به اشتراک گذاشته شود. به این معنا که لایحه تغییرات قرضه تحصیلی تا ماه اکتبر به پارلمان نمی آید و پیش از اعمال تغییرات باید از سوی هر دو مجلس پارلمان تصویب شود. در صورت تحقق این تغییرات، فارغ التحصیلان می تواند به طور اوسط سالانه $1,200 پس انداز کند و در صورت تصویب این لایحه به قانون تبدیل می شود و به استرالیا هایی که قرضه تحصیلی HELP یا HELP دارند بالایشان تاثیر می گذارد. بله، خب می توانین بگوین که حکومت به چی دلیل تصمیم گرفته که این تغییرات در قرضه تحصیلی به وجود بیاره؟ آقای شکیب، این تغییرات پس از نشر گزارش توافقنامه پانتون های استرالیا مدنظر گرفته شده. این گزارش از سوی وزارت تحصیلات در ماه فوریه سال جاری نشر شد و 47 توصیه را با خود داشت و هدف توصیه ها بهبود تحصیلات عالی در استرالیا بود. یکی از توصیه های این گزارش عدم ازدیاد قرضه تحصیلی نسبت به رشد دستمزد است. جیسن کلیر وزیر تحصیلات گفت که قانون جدید از افزایش شدید قرضه محصلین، چیزی که سال گذشته اتفاق افتاد، جلوگیری میکنه. او روز پنجشنبه در پارلمان صحبت میکرد و به اعضای پارلمان گفت که تغییرات آرامش خاطر قابل توجه را برای افرادی که قرضه تحصیلی دارند فراهم کرده و در عین حال از یک پارچگی و ارزش سیستم قرضه تحصیلی حمایت میکند. این تغییرات دسترسی گسترده را برای استرالیاهای بیشتر و بار خواهد داد. بله، خب حالا میتونین بگوین که چی کسایی از این تغییرات مستفید خواهند شد؟ آقای شکیب، از این تغییرات افراد مستفید میشن که از جمله محصلین هستند که به قرضه های تحصیلی مانند هکس یا هلپ دسترسی داشته و پیش از اول جون سال 2023 قرضه های خود پرداخت نکردن. در اول جون سال 2023 بیشترین نرخ سود بالای مقروضین اعمال گردید که در چندین دهه بی سابقه بود. البته قابل یادآوری است که هر سال در تاریخ اول جون سود قرضه های هلپ یا HELP افزایش می‌یابند. پس از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI شاخص گذاری اعمال میشه و این در ربع اول سال محاسبه میشه. این یک عمل کلیدی در افزایش سود قرضه ها است. در سال جاری قرضه های HELP با افزایش 4.7%، یعنی به طور متوسط به هر محصل با افزایش $1,272 روبرو شد و سال گذشته این افزایش 7.1% بود، به این معنا که هر محصل به طور اوسط با افزایش $1,758 روبرو شد. این افزایش از سال 1990 بدین طرف یکی از بیشترین افزایش های سود قرضه بوده است. لایحه قانون تغییر شاخص گذاری را پیشنهاد میکنه، طوری که شاخص اصلی مورد استفاده در محاسبه CPI و یا هم شاخص قیمت دستمزد باید باشد. البته با توجه به اینکه هر کدامش کم باشد. بله، خب بسیار تشکر از این معلوماتتان و فعلا شما را به خدا میسپارم و وقت خوش برتان تمنا میکنم. سلامت باشین آقای شکیب، وقت خوش. می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.